شرکت هوایی پیشتاز تاجیکستان سامان ایر گناه خود در نزد مسافران فراموش شده خط سیر دوشنبه خوجند را اعتراف کرده با عنوان جبران شرط این مسافران را قبول کرد. همکنون این مسافران باید برای مسئولان شرکت هوایی دوره باز آموزی بهبود دادن خدمت مشتریان را برگزار کنند. عبدالملک قادروف یکی از مسافران فراموش شده در پایتخت تاجیکستان به رادیو آزادی گفت که وی باید همراه رستم گلوف روز 14 ینوار به سفر خدمتی عظیم شمال کشور میشدند، اما سفر آنها صورت نگرفت، زیرا به تعجب آنها هواپیما یک ساعت پیش از وقت معین شده به خوجند پرواز کرده قسمی از مسافران دیگر را نیز در حیرت گذاشت. این خبر به زودی به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و به موضوع داغه تبدیل شد. نماینده شرکت هوایی در فیسبوک شهر داده است که کارمندان مرکز تماس سامان ایر تلاش کردند با این مسافران از طریق تلفن در تماس شوند، ولی موفق نشدند. این در حالی است که نفران ذکر شده شخصان سرشناس رسانه‌ای میباشند و همواره توسط تلفن یا پیام رسان‌ها در تماس هستند. در نهایت برخی از مسافران در آن روز نتوانستند به خوجند پرواز کنند. با آنها پیشنهاد شد که بلیت خود را برگردانند یا انتظار پرواز دیگر در روز بعدی شوند. معمولا چنین پیشنهاد را شرکت‌های هوایی جهان در حال ارائه می‌کنند که به سبب‌های مختلف به عنوان مثال به دلیل نامساعدی وضع هوا پرواز نمی‌تواند صورت بگیرد. اما در مورد پرواز به خوجند حالت غیر معمولی رخ داد. مسافران را فراموش کردند و به این دلیل آنها نتوانستند امیدوار جبرانی دیگری باشند. رستم گلوف بر رادیو آزادی خبر داد که او را یکجا با عبدالملک قادروف 15 ینوار معاون اول مدیر کل شرکت هوایی سهراب جورایف به حضور پذیرفت و سبب پیش از وقت معین شده انجام دادن پرواز در این خط سیر را اعلان کرد. این تصمیم چند روز قبل صورت گرفته بود و سببش ضرورت انجام تحقیقات باروسکوپی بوده است. معنی تحقیقات با مسافران ناراضی به طور واضح توضیح داده نشد، اما به گفته آنها خود همان روز و در همان ساعت هواپیمای شرکت هوایی تاجیک ایر پرواز کرد و دلیل این آن است که سبب پیش از وقت معین شده پرواز کردن سامان ایر با وضع هوا ارتباط ندارد. در مرکز مطبوعاتی فرودگاه بین المللی دوشنبه ذکر کردند که 14 ینوار در فرودگاه پایتخت تاجیکستان هیچ گونه تحقیقات باروسکوپی و پژوهش دیگری صورت نگرفته است. در هر صورت اگر هواپیما در فرودگاه تحقیقات انجام بدهد، برگزاری آن به نوعی صورت میگیرد که به نقشه پروازها خلل وارد نسازد، گفت سخنگوی فرودگاه جمیله حسینوا. این پرواز در مسیر دوشنبه خوجند در جدول پروازهای فرودگاه از قبل و با درخواست شرکت هوایی به ساعت 18:00 به نقشه گرفته شده بود. در جریان مذاکرات جانب ها به توافق رسیدند که این دو فعال جمعیتی که ترینران حرفه‌ای در عرصه رسانه های زمانوی و فناوری های SMM می باشند، برای مسئولان این شرکت هوایی دوره باز آموزی نمونوی دایر می کنند. این دوره باز آموزی رایگان انجام داده شده، سهم جامعه شهروندی در بهبود خدمت رسانی این شرکت دانسته می شود. در شرکت هوایی به رادیو آزادی وضع رخ داده را این طور شهر دادند. سامان ایر شرکتی است که همواره در فکر میزاجانش است و به هر یک مسافر ارج می گذارد. ما از حادثه رخ داده متاسفیم که باعث ناراحتی چندی از مسافران ما شده است. وابسته به امور فنی قبلا تحریض شده تصمیم گرفته شد که وقت پرواز در مسیر دوشنبه خوجند یک ساعت بر وقت‌تر انجام داده شود. باعث متاسفی ماست که 10 مسافر این خط سیر نتوانستند به خوجند پرواز کنند، زیرا با آنها نتوانستیم در باره تغییر وقت پرواز خبر بدهیم. به همه این مسافران پیشنهاد شد که می توانند در جای خریداریشان بلیت های خود را بازپس بدهند یا با پرواز بعدی به خوجند سفر کنند. با این وجود ما برای ناراحتی مسافران عذرخواهی می کنیم و به اطلاع شما می رسانیم که فعلا در شرکت هوایی سنجش خدمتی در رابطه با این حادثه ادامه دارد و در پی نتیجه آن گناهکاران جزای سزاوار خواهند گرفت. این در حالی است که شرکت های هوایی تاجیکی سامان ایر و تاجیک ایر در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در دو سال اخیر بارها مورد انتقاد شدید مسافران ناراضی قرار گرفته، حتی به لحن ملی سزاوار لقب‌های تهوین آمیز هم شدند. در بیشتری از موارد سبب انتقادها نشست‌ها در فرودگاهی مسیر پرواز قزاقستان و ترکمنستان برای پر کردن مواد سوختی، تأخیرهای طولانی آغاز پروازها بدون پیشنهاد غذا و شرایط ضروری برای کودکان و غیره میباشند. در این دو شرکت عوض‌شوی منتظم رهبریت مشاهده می‌شود. در سامان ایر اساساً مدیر ایرانی خارجی و در تاجیک ایری دولتی کادرهای ملی که آنها را رهبریت حکومت تاجیکستان تعیین می‌کند.